خب گردم دیدی در جان امکان گفت چه توانستی گل معنا شکفت. عرض احترام دارم به خداوندگار ایران، به شما همیهنانم. ایران زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند منشاجی میفرمایید. این دریای مازندران ماست، وسط 380,000 کیلومتر مربع. نیمی از این دریا مال ما بود. بر طبق قراردادی که ما با روسا منعقد کردیم در دوره لنین در 1921 و بعد در 1940، یعنی ما توانستیم از یکی از مقتدرترین نظام‌های انقلابی منطقه قد در قرن 20 بیشترین امتیاز رو بگیریم و این میسر نمیشد مگر اینکه ما دیپلمات‌های برجسته و ورزیده رو به میدان بفرستیم. دیپلمات‌هایی که حاضر نبودند منافع ایران رو مصالحه کنند یا بر سر منافع ایران، آینده ایران، تاریخ ایران چانه‌زنی کنند. هرگز اجازه نمیدادند کسی در برابر منافع ایران علامت سوال قرار بده. ایستادند، از وضعیت روسیه بهره گیری کردند، چون فکر میکردند لنین در موقعیتی قرار داره که باید هر چه سریعتر به مشکلات اتحاد شوروی با کشورهای منطقه پایان بده. چرا؟ چون خودش درگیر جنگ قدرت داخلی بود، جنگ قدرتی که البته بعدها به دوره استالین رسید و با تصفیه های خونین همراه. به هر روی باید درود بپرسیم به همه اون سیاستمداران برجسته و ارجمندی که در این مصاف واقعا سرفراز بیرون اومد. نیمی از این دریا به ما تعلق داره بپای اون قراردادها. اما از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و جمهوری‌های روسیه استقلال پیدا کردن، همه اونها به عنوان مدعی جدید پا به میدان گذاشتن، مدعی حقوقی در دریای مازندران. عرض کردم درست شبیه این که دو زمین، دو تکه زمین در منطقه‌ای باشه از وسطش یک رودخانه رد بشه یا یک برکه آب باشه، سهم صاحبان این دو زمین مساوی باشه در این رودخانه، نصف و نصف. بعد مالک یک از اینها تصمیم بگیره که زمین خودش رو به 5 قسمت تفکیک کنه بفروشه. همین اتفاق در روسیه افتاد. اونا زمیناشون رو تفکیک کردن. حالا جالب اینه که میخوان از سهم ما هم چیزی نصیب اونها بکنن، این اون چی که ما از سهم ما در دریای مازندران. سهم ما قاعدتا باید یه چیزی حدود مثلا 190,000 کیلومتر مربع باشه. 190,000 کیلومتر مربع رقم کمی نیست، یادت باشه از که استان فارس چقدر 122,000 کیلومتر مربع. فارس یکی از پهناورترین استانهای مملکته، یا آذربایجان غربی شرقی یکیش هم 38,000 کیلومتر، یکیش 45,000 کیلومتر. جمع بزنید میشه به اندازه سهم ما در این دریا. خب وقتی حکومتی کوتاه میاد یا نادیده میگیره این همه تعدی نسبت به تمامیت ارضی ایران رو، مفهومش اینه که آقا مملکت ما عملا تجزیه شده، ما بیخبریم یا نمیخوایم این خبر رو جدی بگیریم. و امیدوارم کسی یا کسانی باشن که سرنوشت ایران در دریای مازندران رو در دستور کار قرار بدن. بنده تا این لحظه چیزی از وزارت خارجه ندیدم، از مجموعه مسئولان جدید وزارت خارجه. در گذشته هم که همه ما میدونیم همه سعی کردن به شکلی در برابر روسا تمکین کنن، از نظرتون ها یا پیروی بکنن یا از نظرتون حمایت بکنن، ولی من میدونم در کمیسیون های مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران شخصیت های دلسوزی هستن که حتی برای 1% هم دارن پافشاری میکنن و حاضر نیستن که امضای اونها پای قرارداد ننگین دیگری قرار بگیره. امیدوارم همه ایرانیان کمک کنن در کنار هم تا ما بتونیم منافع بایسته خودمون رو در این دریا پیدا بکنیم. این ملاحظه می‌فهمی قرارداد ماست.
آزاد ما و روسیه. عهدنامه دوستی منعقد بین دولت ایران و جمهوری شوروی روسیه 1921 و قرارداد 1941. موازیشو بشینید بخونید، تکلیف روشنه. 50% ما در این دریا سهم داریم. نگاه کنید، یکی از زیباترین نقاط آبی دنیا که خداوند و کره زمین رو ترسیم کرده به یک نقاشی حیرت انگیز میمونه، به یک نقاشی در یک منطقه‌ای که بافت محیط زیستی حیرت انگیز داره. گیاهان و پدیده‌های طبیعی استثنایی در این منطقه هستن و حیف این دریا از بین بره و حیف که این دریا قربانی محیط زیستی این کمپانی‌های نفتی بشه، چون فقط آلودگی های نفتی است که امروز داره نصیب ما میشه. بار گذشته وقتی صحبت از ذخایر دریا به میان آمد، بیشتر نفت و گاز همیانان هم گفتیم دیگه اینجا کار ما نیست، باید بریم به سراغ کارشناس. دوست عزیز ما از گروه یاران کی؟ آقای مهندس شاهین نژاد عزیز. آقای نژاد درود بر شما. درود بر جناب میمدی عزیز و روز شما خوش در کالیفرنیا و همچنین روز و شب همیانان در ایران و اروپا و امریکای شمالی و هر جایی که هستن. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم قربان، خیلی ممنون. بار گذشته بنده تاکید کردم به هموطنان عزیز که اگر خلیج فارس واقعا حیات استراتژیک ما محسوب میشه، دریای مازندران ایوان استراتژیک ایرانه. خیلی مهمه همیانان، اهمیت این در این یکی از عناصر مهم در تقویت موضع استراتژیک ایران در دادن بنیه سوق الجیشی به ما همین دریای مازندران، همین دریای مازندران. اجازه بدید که از این کارشناس بپرسم که اهمیت استراتژیک این دریا از دید شما به عنوان کارشناس مسائل بس انرژی چیه؟ آقای میبودی نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. صحبت از دریای مازندران که میشه، منابع نفت و گازش، خب طبیعتا مسائل مالی میاد که مطلب بسیار مهمیه، ثروت ملیه که اگر درست عمل بشه به درآمد ملی تبدیل میشه و اون درآمد میتونه هزینه توسعه کشور بشه. اما در کنار این فراموش نکنیم خیلی از کشورها میان با قرار دادن تأسیسات بسیار حساسی در خاک یا آب خودشون به نوعی از قدرت‌های جهانی برای خودشون یه بیمه می‌خرن، یه اینشورنس می‌خرن. به چه صورت؟ ببینید، منابع نفت و گازی که در دریای مازندران تولید بشه، حالا چه در خود دریای مازندران چه در کشورهایی که در دریای مازندران کرانه دارن، مثل قزاقستان، مثل ترکمنستان، اینها محل مصرفش عمدتاً اروپاست، باید به اروپا برده بشه. خب چند مسیر است برای بردن نفت و گاز تولیدی قزاقستان و ترکمنستان به اروپا. یکی اینکه خط لوله‌ای باشه که بیاد از روی کرانه از ساحل روسیه عبور کنه و بیاد پایین و بره به دریای سیاه و دریای مدیترانه. یکی دیگه اینی که بیاد به کرانه جنوبی، یعنی بیاد به ایران، در اونجا وصل بشه به خطوط لوله نفت و گاز ایران و به جای نفت یا گازی که ایران در شمال دریافت میکنه در خلیج فارس از طریق ترمینال خارک یا لاوان یا سیری بتونه همون مقدار نفت و تحویل مشتری قزاقستان یا ترکمنستان بده. حالا یکی دیگه هم هست که پروژه به این صورته که خط لوله از قزاقستان بیاد آذربایجان از زیر دریا، یعنی 700 کیلومتر خط لوله زیر دریایی کشیده بشه. اون زیر دریاییه که الان در حال طرح و صحبتش هست که انجام بشه و توافقاتی هم صورت گرفته، گرونترینه، اما قزاقستان فقط مربوط میکنه به آذربایجان و طریق آذربایجان هم که دیگه مشکلی ندارن برای صدورش به اروپا. اما قزاقستان نمیخواد که به نوعی خودش گرفتار روسیه بکنه، در نتیجه از خط لوله‌ای که بخواد از کرانه شمالی بگذره، یعنی از روسیه، خواسته اجتناب کنه و تولید انبوهی رو از اون کانال صادر نکنه، گرچه اونجا خطوط لوله‌ای هست که بخشی از تولیدات روسیه و قزاقستان میتونه بیاره به اروپا.
اما مسیر ایران که به صرفه ترین مسیر بود هم برای قزاقستان و ترکمنستان و هم برای ما، برای ایرانی ها، واقعا یک شرایط بسیار خوب ایجاد میکرد به دو منظور. یکی خب نبض اقتصادی غرب میبرد در اختیار ما بخش عمده ای از نفت و گازی که اونا مصرف میکنن در اروپا میامد و از طریق ایران براشون ارسال میشد. در نتیجه به هر حال یه نوع بیمه بود برای ما که شانس اینکه کشور ما مورد حمله خارجی قرار بگیره ظرف دهه های آینده خب بسیار کمتر خواهد بود وقتی که شما داری ترانزیت انرژی رو انجام میدی. و دومین سودی که میتونست داشته باشه این بود که به خاطر اینکه ما نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان رو در کرانه‌های شمالی دریافت میکردیم، به جای اون نفت و گاز رو در جنوب بارگیری میکردیم میفرستیدیم برای مشتریاشون، ما کلی میتونستیم این وسط حق ترانزیت بگیریم که درآمد خیلی خوبی برای کشور ایجاد میکرد، نه برای یه سال دو سال، برای سالهای بسیار دراز که به نسل بعدی ما هم خیرش میرسید. اتفاقی که افتاد به خاطر وضعیتی که ما داریم، نظام جمهوری اسلامی، به خاطر عدم ثبات سیاسی که در ایران برقراره، به خاطر عدم اطمینانی که به جمهوری اسلامی برقراره، عملا ما از این نعمت بسیار بسیار به نظر من چشمگیر محروم کردیم خودمونو و محروم شدیم و خط لوله‌ای که قرار بود از ایران بگذره تصویب نشد. شرکت های غربی هم مخالفت کردن از این مسیر انرژی غرب، انرژی اروپا عبور کنه. در نتیجه اون پروژه ترانس کاسپین که از خاور دریای مازندران به باختر دریای مازندران، یعنی از قزاقستان به باکو به طول 700 کیلومتر خط لوله میره، بزرگترین پروژه‌ایه که تصویب شده و در حال انجامه و یک سرمایه هنگفتی رو در اونجا شرکت های غربی دارن هزینه میکنن. سهم کشور ما از درآمد این هزینه و از حق ترانزیت و هر گونه حق دیگری صفر هست و متاسفانه در 5 سال و 10 سال و 30 سال آینده هم در این مورد صفر خواهد بود. آقای نژاد، خب همه ما میدونیم که یکی از کشورهایی که در اروپا ناگهانی به منابع نفتی دست پیدا کرد در دریای شمال کشور نروژ بود و انگلستان. نروژ واقعا توانست سریعا تبدیل بشه به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، مضاف بر اینکه دائما هم داره سهم آیندگان رو از درآمدهای به اصطلاح حامل انرژی کنار میگذاره، یعنی همه رو مصرف نمیکنه. میخوام ببینم که منابع ما در دریای مازندران بیشتره یا نروژی ها؟ هیچ آماری داریم در این زمینه؟ بله، نروژ آنچه که تخمین زده میشه ذخایر باقی موندهش چیزی نزدیک به 20 میلیارد بشکه است. دریای مازندران منابعش به طور کل، نه فقط مال ایران، بله، مال 5 کشوری که در حوزه دریای مازندران قرار دارن، منابع دریای مازندران تخمین زده شده، البته با برآورد بسیار بسیار تقریبی و شاید دور از دقت، 180 میلیارد دلار، 180 میلیارد بشکه، چیزی حدود 7-8 برابر ذخایر نفتی نروژ. بنابراین از نظر میزان ثروت نه تنها با نروژ دریای مازندران قابل مقایسه است، بلکه اگه نروژ و انگلستان رو هم بذارید هنوز شاید به نیمی از ذخایر دریای مازندران نرسن با هم. بله. و فراموش نکنیم نروژ واقعا یکی از آقای میبودی نمونه های عالی استفاده بهینه از منابع نفتی بود برای گسترش و توسعه کشور. کشوری با 4.5 میلیون نفر جمعیت، تولید نفتش از ایران کمتر بود، حتی من دارم صحبت پیش از تحریم رو میکنم، ولی صادراتش بیش از ایران بود، چون ما مصرف داخلیمون 1,600,000 بشکه بود، حدود 2,400,000 بشکه در روز صادر میکردیم. نروژ به تنهایی نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز صادراتش بود. کشوری با جمعیت حدود 7% ما، میزان صادرات نفتش بیش از ما بود. و فراموش نکنیم نروژ کشوری که از نظر فساد مالی جز تمیزترین و پاکترین کشورهای دنیاست،
یعنی حیف و مل و ریخت و پاش و پولای زیر میزی و هرزرفت درآمدهای ملی برای پشتیبانی کردن از گروه های تروریستی و تبلیغات از کنم سیاسی و مذهبی در نروژ طبیعتاً صفره. از این نظر نه تنها کشور تونست کلن چهرش عوض بشه ظرف 15-16 سال گذشته، بلکه برای اینکه برای نسل‌های آینده هم یه پسنداز قابل ملاحظه داشته باشن، تا اکنون اگر درست یادم بیاد 200 میلیارد دلار رو به صندوق بین‌المللی پول دادن که این صندوق به کشورهای دیگه قرض بده و این 200 میلیارد به اضافه بهره‌ای که ظرف سال‌های آینده از این 200 میلیارد دلار درخواهد اومد باز رو هم دیگه انباشته میشه برای آیندگان. افسون بر اون، هر سال بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت نروژ دوباره میره به سرمایه گذاریایی که ریسکش کمه ولی بازدهیش ضمانت شده است. و نروژ 4.5 میلیونی که هیچی آقای میبودی، اگه 10 سال دیگه جمعیت این کشور 40 میلیون هم بشه، واقعا برای سالها تضمین شده است رفاه و رونق اقتصادی این کشور. در قبالش ما در دریای مازندران با منابع بسیار بیش از آنچه که نروژ داره در دریای شمال هنوز اندر خم یک کوچه هستیم، نه ایجاد کار کردیم، نه ایجاد درآمد کردیم، نه تا تونستیم اطمینانی رو جلب کنیم که خطوط لوله صادرات نفت و گاز آسیای میانه از ایران بگذره، که دست کم از نظر ژئوپلیتیک، از نظر سیاست راهبردی یه مقداری امنیت به کشور ما بده که کشور ما شانسی که مورد تهاجم قرار بگیره کمتر باشه. ما بازنده هستیم آقای نمودی در تمام زمینه ها، در این بازی هایی که در پیرامون دریای مازندران در جریانه. و من نمیدونم اگر واقعا یه گزارش یه موقعی بشه نوشته بشه از زیانی که ملت ایران داره میبینه، نه فقط زیان مالی، زیان مالی، زیان راهبردی، زیان مسئله ترانزیت، واقعا غم انگیزه، خودش یک فکر کنم تراژدی خواهد بود. کاملا حق با شما. سربزه گفتید نروژی ها آلوده دامن نیستن، چرا؟ فقط در یه موردی ضرب انگشت با جمهوری اسلامی در اونجا میبینیم، تنها موردی که واقعا سیستم عصبی نروژ رو در هم ریخت همین ماجرای دادن رشوه بود به مقامات ایران، اونم بر سر حوزه پارس بود، پارس جنوبی نیست؟ بله، کادر پارس جنوبی بود و شرکت استات اویل بود آقای میبودی، شرکت استات اویل 15 میلیارد رشوه، بخشی از سرمایهش مال دولت، بخشش مال سامدار خصوصیه. ولی دیدید که پیامدش چی؟ مدیر عامل و کاملا درسته، هیئت مدیره و مدیران بین‌المللیش همه مجبور به استعفا شدن و تحت پیگرد قرار گرفتن. کاملا. اون موقع من یه رادیو داشتیم، مثلا رادیویی که دکتر نوری زاده با ما بود، رادیو یاران، و آقای میرشی برای ما در چندین کشور تلاش کرد که برای ما موج کوتاه تهیه بکنه. گفتن یکی از کشورهایی که درش امنیت وجود داره، در ضمن در اونجا میشه موج کوتاه گرفت، نروژ. خب مبلغ تهیه کردیم، مبلغم کلان بود، به نسبت کم نبود. آقای میچی لطف کرد، با فرستنده در اونجا وارد مذاکره شد، ما توانستیم صاحب یک موج کوتاه بشیم برای پخش برنامه‌ها در ایران. اون موقع من بودم، تو آقای نوریزاده بود، تو رج نگهبان بود، خیلی بچه ها بودن، سارا ایرانی بود، حضورتو که از کنم چه آقای داریوش بود خواننده که اون موقع برنامه داشت، خیلی با چندین فرنگ، آقای فرنگ فرهی بابا، هیچی رفتن و پول پرداخت کردیم و قرارداد بستیم. نگو اینها در سفری که به، از جمله آقای مهدی هاشمی در سفری که به نروژ داشت، یکی از درخواستاش قطع برنامه های ما از طریق موج کوتاه در نروژ بود که متاسفانه اونا پذیرفتن، برنامه قطع شد بدون اینکه به ما بگن. فقط ما از تماس هایی که از ایران داشتیم متوجه شدیم که مدتی صدای ما شنیده نمیشه، و بعد معلوم شد که آری یکی از معاملات صورت گرفته بر سر همین قطع برنامه های یاران بود از طریق فرستنده موج کوتاه در نروژ. داریم با آقای مهندس شاهین نژاد صحبت می‌کنیم. آقای نژاد، این روش تازه، روش پیچیده،
ایالات متحده آمریکا در استخراج نفت در این مملکت، نفت و گاز هر دو میشه گفت، شل بهش میگن ها، چی بهش میگن؟ شل، اول شل، بله. خب این به نظر میرسه که داره یواش یواش آمریکایی ها رو خودکفا میکنه، و میخوام ببینم که خودکفایی آمریکا اثرات فوری و قاطع خواهد داشت بر کاهش قدرت و بنیه استراتژیک ما در منطقه نیست؟ آقای میبودی، این میادینی که بهش اشاره کردید، این میادین موجود بود. تکنولوژی در حقیقت پیشرفت کرد به گونه‌ای که الان چاهایی که زده میشه میتونه عمدهشون به طور موفقیت‌آمیز به تولید برسه، و تولیدی که میگیرن الان صرفه اقتصادی داره با قیمت حدود 100 دلاری که برای هر بشکه هست، و سرمایه گذاری عظیمی دارن شرکت های نفتی امریکایی میکنن، به جای که برن در خارج از امریکا. یه مقدار ریسک سیاسی هم داره اون سرمایه ها رو بخوابونن، مثل فرض کنید لیبی و مصر و اینا. الان تمایلشون بیشتر اینه که در امریکا این پول هزینه کنن. الان شهرهای غربی تگزاس که شهر بسیار کوچیکیه، در حد یه روستای بزرگه، شما اگر برید باورتون نمیشه وقتی قیمت زمین و خونه رو میبینید. یک هجوم وحشتناکی به غرب تگزاس انجام شده به خاطر اینکه شرکت ها دارن نیرو میبرن، مهندسین رو میبرن، کارمندا رو میبرن، تکنسین ها رو میبرن، اینا خونه میخوان، امکانات میخوان، رستوران میخوان، مدرسه میخوان، آموزگار میخوان، خدمات میخوان، و این شهرهای کوچک توان این خدمات رسانی رو نداشتن. خب سال 2012 امریکایی ها رکورد زدن، ظرف 365 روز 1,000,000 بشکه در روز تولید امریکا افزایش پیدا کرد، و این روند روندیه که تا 5-6 سال آینده ادامه پیدا میکنه و امریکا رو به سوی خودکفایی میبره در زمینه مصرف نفت. امریکا طبیعتاً حتی اگر خرید نفتش از خلیج فارس قطع نشه، یعنی به صفر نرسه، به یه مینیمومی خواهد رسید. بنابراین ارزش استراتژیک خلیج فارس به طور اخص و خاورمیانه به طور عام برای امریکا کمتر از امروز خواهد بود. حالا مسئله دیگر مطرح هست، ولی مسئله دسترسی به انرژی طبیعتا حساسیت کمتری برای امریکا خواهد داشت، ولی من فکر نمی کنم رو قیمت اثری بذاره، برای اینکه شرق آسیا، آسیای میانه، امریکای جنوبی در حال رشد، نرخ رشد قابل توجهه، و اینها نیاز به افزایش مصرف انرژی دارن. در نتیجه فقط مقاصدی که تانکرهای نفتی از خلیج فارس حرکت میکنن تا به اون مقاصد برسن عوض میشه، و طبیعتاً به جای ایالات متحده خیلی از اونها به شرق آسیا میرن و یا حتی به امریکای جنوبی که خودش هم تازه به نوعی تولید کننده نفته. ولی این وسط های میبودی چیزی که خیلی مهمه اینه که هر کالایی مثل نفت که کالای بسیار استراتژیک، شاید مهمترین کالایی بشه در دنیا خرید و فروش میشه، برای خودش دوره‌ای داره. اگه شما تو اون دوره‌ای که اون کالا نزد شماست تونستین استفاده کنید، مانور دادید و استفاده بهینه رو کردید از فروشش، از سرمایه گذاری، درآمد حاصل از اون، از امتیازگیری از کشورهای بیگانه و ساختن زیرساخت‌ها و صنایع مادر برای کشور، خب برد و کردین و کمربنداتون صفر بستین برای عصر بعدی که در راهه. ولی با وضعیت کنونی اگر این دوره طلایی فروش نفت بگذره برای کشورهای صادرکننده نفت، کشوری مثل نروژ که مثال زدیم بارشو بسته، عربستان سعودی احتمالاً بارشو بسته، قطر تا چند سال دیگه یک غول اقتصادی میشه، نه غول صنعتی ولی غول مالی میشه در خاورمیانه، و ما میبینیم داریم فرصت‌ها رو از دست میدیم، و من مطمئنم که 20 سال دیگه خلیج فارس از نظر اهمیت استراتژیک مطمئنن وضعیت اهمیت امروز نخواهد داشت. نخواهد. این فرمودی در تگزاس که این همه فعالیت ها افزون شده، ایرانی هم درش دخیلن؟ ایرانی ها به صورت انفرادی بله، ولی به صورت شرکتی که مربوط به ایران باشه نه، طبیعتاً به خاطر تحریم مشخصه. نه، اما ایرانیان، سرمایه گذاران ایرانی، مثلا اونایی که توی کار
نفت بودند. بله اینجا ما شرکت نفتی داریم آقای مهبودی، شرکت نفتی رو هم رفته کوچک و جمع جور، البته در مقایسه با شرکت‌های قول مثل اگزان و شوران و شل منظورمه، شرکت های کوچکتر جمع جورتر که هم در خلیج مکزیک و هم در غرب تگزاس، هم در نیو مکزیکو، در وایومینگ بهره برداری میکنن، در لوئیزیانا اسید دارن، سرمایه دارن، تولید میکنن. و وقتی من میگم شرکت نفتی کوچیک یعنی مثلا 700 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار، 500 میلیون دلار، اینا از نظر صنعت نفت امروز کوچک شناخته میشه، ولی خیلی از ایرانی ها هم در بود سرمایه گذاری هم در وجه مدیریت و مهندسیش درش دخیلن، که این دوست کوچک شما هم یکی از اوناست. در جریانه. خب وقتی میگیم که محصه کوچیک، مثلا تولید روزانه اینا چقدره؟ شرکت نفتی کوچیک وقتی صحبت میکنیم آقای مهبودی، هر چی میتونه باشه از صفر تا فرض کنید یه چیز دوربر 60-70 هزار بشکه در روز. 60-70 هزار بشکه در روز. جالبه. خب حیف نیست که این همه الان کارشناس ما داریم، مثلا شخصیت هایی که در این زمینه سرمایه گذاری کردن و این همه منابع در ایران وجود داره و اینها ناچارن دور از میهن خودشون پولشون رو در این راه به کار بندازن، یا استعداد و غریه و تحصیلات خودشون رو و تجربیاتی که در این قلم رو داشتن. این خیلی اسباب تأثیر و افسوسه، با توجه به اینکه شمار زیادی از این کارشناسان ایرانی با تکنولوژی های جدید و پیچیده در قلم رو کشف استخراج نه آشنایی داره و متاسفانه امروز نه کسی اونها رو به کار میگیره، نه ایران خودش رو محتاج اونها نشون میده، برعکس همه چیز در جهت دفع اونهاست. اینطوری نیست آقای؟ بله آقای مهبودی، متاسفانه نه تنها اراده ای برای جذب نیروها نیست، چون مسئله جذب برمیگرده به وضعیت ایران. وضعیت ایران هم شما میدونید مسئله بنیادینه، با تغییرات جزئی حل نمیشه. نه تنها اراده برای جذب نیروها نیست، بلکه من دارم میبینم تماس خیلی از دوستان میگیرن، کسانی که ایران دارن ترک میکنن میان برای زندگی بهتر به این ور دنیا، و اینها نیروهایی هستن که تو همین 10 سال و 20 سال گذشته تربیت شدن، به ویژه در بخش صنعت نفت. من حدود یه سال و نیم پیش آقای مهبودی اینجا خواستیم در هیوستون تگزاس بچه های نفتی ایرانی رو دور هم جمع بکنیم که یه گرد همایی داشته باشیم. بله. و سه مورد هم آخرین چهارشنبه هر ماه بود فکر کنم برنامه نهار گذاشتیم در یک از رستوران های ایرانی. ما روی اون به اصطلاح کانتکت لیستمون حدود 350-60 نفر رو ظرف مدت خیلی کوتاه جمع کردیم، مهندس و زمینشناس و مدیران و کارشناسان ایرانی که در شرکت نفتی فقط در هیوستون دارن کار میکنن. و من مطمئنم 350-60 نفر یه درصدی از ایرانیانی هستن اینجا در صنعت نفت. من فکر میکنم تعداد ما به حدود 1000 نفر میرسه اینجا. عجب. 1000 کارشناس نفتی ایرانی فقط در یه استان. بله. و حالا شما اگر شهرهای دیگری رو که شرکت نفتی کار میکنن مثل دالاس، مثل شهرهای لوئیزیانا، مثل دنور کلرادو، اوکلاهاما سیتی، بخشای دیگری از امریکا که نفتیه مثل بیکرزفیلد کالیفرنیا، اینا رو اضافه بکنین رقم واقعا سرسام‌آور میشه. و خب اینا کسانی هستن که عمدتا با تکنولوژی روز همراه هستن، تجربه خیلی خوبی تو شرکت‌های نفتی غربی به دست آوردن. خیلیاشون مثل من فقط در امریکا کار نکردن، من در دریای شمالم بودم، خیلی از دوستان بودن در انگلستان بودن، نروژ بودن، یکی از دانمارک اومده، یکی از شرق آسیا اومده. این تجربیات و تخصصات در کنار هم اگر وضعیت ایران یه تغییر اساسی بکنه، واقعا حتی اگر بخشی فقط بخشی از این نیروی متخصص برگرده به ایران، میتونه در حوزه صنعت نه فقط در نفت، در همه جا باعث رستاخیز واقعا به یاد ماندنی در تاریخ ایران بشه. من این مطمئن نمایی ببینم. تشکر. حیفم میاد که این مبحث رو احال نکنیم به برنامه دیگه که وقتی بیشتری داریم. حتما درباره حضور کارشناسان نفتی ایرانی در ایالات متحده آمریکا و همینطور که اشاره کرد به ویژه بچه هایی که در خود در دوران بعد از انقلاب در دانشگاه تربیت شدن
ویژه کار در صنعت نفت، اما امروز در استخدام شرکت‌های کوچک و بزرگ نفتی در ایالات متحده آمریکا هستن. هر جا برن قدمشون رو می‌ذارن روی تخم چشم. بکنید فقط در یک استان این مملکت ما 1000 کارشناس ایرانی داریم و سرمایه‌های انبوه در زمینه صنعت نفت. خداحافظی می‌کنم با شاهین نژاد عزیز. شاهین جان خداحافظ شما. خیلی سپاسگزارم. بدرود تا برنامه بعد. تا برنامه بعد.